سرخط مهمترین رویدادها. هشدار از صدور هراس‌افکنی از افغانستان به منطقه. رئیس مرکز مبارزه با هراس‌افکنی سازمان کشورهای همسود از صدور هراس‌افکنی از افغانستان به کشورهای منطقه هشدار می‌دهد. واکنش کابل به بازداشت شهروندان افغانستان در پاکستان. وزارت امور خارجه از پاکستان خواسته تا با شهروندان افغانستان در پاکستان برخورد مناسب داشته باشد. خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیان تکرار غوښتنه کوي. فرمان تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر محدودیت بانوان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی در کابل منع کرده است. نو خویندو په سمه توګه باندې حجاب مراد کو. نو دوست لپاره همداسې امر شوی. و اینکه عقب نشینی نیروهای روسیه از خرسون. وزیر دفاع روسیه دستور خروج نیروهای ارتش این کشور را از شهر خرسون در جنوب اوکراین را صادر کرد. سلام و وقت بخیر به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون یک. با من موسی محمدی خوش آمدید. سازمان کشورهای مستقل همسود از ناگواری وضعیت در افغانستان و صدور هراس‌افکنی از این کشور به منطقه هشدار داده است. رئیس مرکز مبارزه با هراس‌افکنی سازمان کشورهای مستقل همسود در نشست تاشکند گفته است که در صورت بدتر شدن وضعیت بخش قابل توجیه از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد و در کنترل سازمان‌های هراس‌افکنی قرار خواهد گرفت. همزمان با این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی گفته که امنیت در افغانستان به معنای امنیت در منطقه است. امارت اسلامی اما بارها تاکید کرده که هیچ تهدید از آدرس افغانستان متوجه امنیت منطقه و جهان نیست. اسدالله حکیمی با جزئیات بیشتر. نگرانی از تأثیرات ناامنی در افغانستان بر امنیت کشورهای منطقه. رئیس مرکز مبارزه با هراس‌افکنی سازمان کشورهای مستقل همسود میگوید نگران گسترش ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان بر امنیت کشورهای منطقه است. یوگنیس سویف رئیس مرکز مبارزه با هراس‌افکنی این سازمان در نشست تاشکند میگوید ناگواری وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی را در تمام منطقه به ویژه آسیای میانه افزایش میدهد. بدتر شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی، مهاجرت دسته جمعی افغانان به خارج از کشور، درگیری‌های قومی فزاینده، افزایش جنایت‌های فرامرزی و قاچاق مواد مخدر، خطر بی‌ثباتی اوضاع در آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند. همزمان با این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در سفرش به اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی از جمله معاون وزیر خارجه پاکستان در مورد افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. آقای قمی در توییت گفته که امنیت در افغانستان به معنای امنیت در منطقه است. همه کشورها از حاکمیت طالبان ناراض و دلسرد شدن و نگرانیشان روزافزون شده و یقینا که ناامنی در افغانستان سرایت میکند به کشورهای منطقه که نگرانی کشورهای همسایه ما و دور نزدیک همش برحق است. امارت اسلامی اما پیوسته گفته که در یک سال پسین امنیت مرزها بهتر شده و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست. این نگرانی ها در حال از سوی رئیس مرکز مبارزه با هراس‌افکنی سازمان کشورهای مستقل همسود مطرح می شود که قرار است نشست قریب مسکو در مورد افغانستان چهارشنبه آینده برگزار شود. ظاهرا محور بحث عضوهای این نشست چگونگی مبارزه هماهنگ و منسجم در برابر هراس‌افکنی، امنیت مرزها و قاچاق مواد مخدر از افغانستان است. امارت اسلامی اما در این نشست نماینده ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. دو طرف در این دیدار در مورد وضعیت کنونی افغانستان و منطقه بحث کردند و آغاز گفتمان ملی را بر تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان مهم دانسته است. در همین حال در این دیدار بر ضرورت عاجل بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه دختران تاکید صورت گرفته است. سحیلا یوسفی با جزئیات بیشتر. تأکید بر راه‌اندازی گفتمان ملی برای تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه دیدارهایش با مقامهای بلندرتبه حاکمان کنونی افغانستان این بار با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور دیدار کرده و بر تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان آغاز گفتمان ملی را ضروری دانسته است. شمار از آگاهان نیز شکلگیری انسجام ملی را بر بهبود وضعیت جاری کشور مهم می‌دانند. افغانستان از هر وقت دیگه کرده فعلا بیشتر نیاز زیر دارد که باید که انسجام ملی شکل بگیره و این انسجام ملی بالاخره باعث استحکام وحدت ملی در داخل افغانستان میشه. خوب است و خیلی خوب است که بزرگای افغانستان، رئیس جمهوری پیشین، رئیس اجرایی پیشین آقای عبدالله عبدالله به خاطر آوردن صلح و ثبات در کشور، به خاطر از بین بردن بنبستی که برای کشور ما پیش شده تلاش بکنم. با این حال وضعیت جاری افغانستان منطقه محور اصلی این دیدارها عنوان شده است. در حالی که با گذشت هر روز محدودیت‌ها بر زنان و دختران از سوی امارت اسلامی بیشتر می شود، دردناکتر از همه بسته ماندن دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر صنف ششم است که اکنون با گذشت بیش از 400 روز از آن هنوز هم پابرجاست. اما در این دیدار بر ضرورت فوری بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه دختران تاکید صورت گرفت. د نجونو د مکتبونو ستونزې شریکول د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یو نیک کار دی او د هغوی نظر هم مهم دی چې واوریدل شي، خو ښه به دا وای چې همدغه ناسته د امیرالمومنین سره شوې وای. این در حال است که اتحادیه اروپا نیز تاکید دارد که برای یک روند فراگیر بنیادی سیاسی نیاز است که صدای زنان و دختران افغان شنیده و حقوقشان داده شود. وزارت امور خارجه در واکنش به برخورد نادرست، بازداشت و زندانی کردن مهاجران افغانستان در پاکستان از مقام‌های پاکستانی خواسته تا به شهروندان افغانستان برخورد مناسب داشته باشند. این وزارت در اعلامیه گفته که بارها خواسته تا این چالش را از طریق نمایندگی سیاسی امارت اسلامی در پاکستان حل کند، اما حل نشده است. شمار که کنسولگری افغانستان در کراچی با رسانه ها شریک کرده، بیش از 1000 شهروند افغانستان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در زندانهای کراچی و حیدرآباد زندانیان و نزدیک به 200 تن هم به افغانستان فرستاده شدند. بشیر احمد شیرزاد در این مورد گزارش می‌دهد. واکنش کابل در برابر برخورد نادرست پاکستان با مهاجران افغانستان. وزارت امور خارجه کشور نسبت به برخورد نادرست، بازداشت و حتی زندانی کردن مهاجران افغانستان در پاکستان نگرانی کرده است. لڅ مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستانی پولیسو له لوري ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. له پاکستانی حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. وزارت امور خارجه از مقامهای پاکستانی میخواهد که به حقوق پناهجویان افغان تعهد و احترام داشته باشند و به پلیس اجازه ندهند تا با افغانهای مهاجر بدرفتاری کنند. د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او کنسولګریو په پرلهپسې توګه هڅه وکړه، خو له بده مرغه د غوښتنو سره دا ستونزه حل نه شوه. د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت تل د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان په چارواکو غږ کړی چې د افغان مهاجرینو د حقونو درناوي ته ژمن پاتې شي. هلته له تلونکو او میشتو افغانانو سره د ناوړه چلند څخه پولیس منع کړي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو شکربتوب وکړي. آگاهان هم به این باورند که برخورد پاکستان با شهروندان افغانستان نادرست و خلاف قوانین مهاجرت بوده و هرچی زودتر این چالش باید از راه‌های دیپلماتیک با آن کشور حل شود. پلیس پاکستان صدها تن از مهاجرین افغان شامل زنان و کودکان را به دلیل نداشتن مدارک قانونی بازداشت کردند. از یک سو حکومت پاکستان ویزای تاریخ گذشته آنها را تمدید نمی کند و از سوی دیگر هم حکومت پاکستان اعلام کرده است که تا ختم سال 2022 تمام مهاجرین غیرقانونی افغان را بازداشت و برای 3 سال زندانی خواهد کرد. رفتار پاکستان با اتباع افغانی که ما ویدیوهایشان را دیدیم قابل تقبیح است و غیر از این که اعلامیه داده وزارت خارجه باید است که کاردار پاکستان احضار شود و این موضوع تمام ابعادش امرایش بحث شود. در همین حال کنسولگری کشور در کراچی پاکستان آماری از افغان‌هایی که زندانی و یا بازگشت داده شده‌اند را با رسانه‌ها شریک کرده که بر بنیاد این آمارها 1268 تن در زندان‌های شهر کراچی و حیدرآباد که مربوط به ایالت سند می‌شوند در بند هستند و 194 تن هم به کشور بازگشت داده شده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی در کابل منع کرده است. عاکف مهاجر سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر به تلویزیون یک دلیل این اقدام را نامناسب بودن فضای پارک‌ها برای زنان و دختران می‌داند. این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد شماری از شهروندان به ویژه بانوان روبرو شده است. سودابه حیدری با جزئیات بیشتر. فرمان تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی. وزارت امر به معروف و نهی از منکر زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی در پایتخت کشور منع کرده است. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به تلویزیون یک دلیل این اقدام را مناسب نبودن فضای پارک‌ها برای زنان و دختران می‌دانند. 15 میاشتو رئیس اسلامی امارت هڅه وکړه چې د خویندو لپاره د تفریحګاه اجازه وشي او هغوی وکولی شي چې په اسانه توګه باندې تفریحګاهو ته لاړ شي، خو په تعصب سره به وایو چې په دې برخه کې نه پارکونو والا سمه همکاري کوله او نه خویندو په سمه توګه باندې حجاب مراد کوو، نو د اوس لپاره همداسې امر شوی. این تصمیم وزارت امر به معروف نهی از منکر واکنش‌هایی را در میان شهروندان برانگیخته است. خواست ما از امارت اسلامی این است که واقعا بس دیگه، ما خیلی خسته شدیم از این قدر محدودیت که سر زنای افغانستان ظلم میشه، قدر محدودیت که اینا وزمونه. خواست ما همیشه که واقعا بخواه اینا رو بانه از زنای افغانستان در یک سهولت و آرامی زندگی کنه. شماری از فعالان حقوق بانوان نیز بستن در پارک ها بروی زنان و دختران را نقض آشکار حقوق بانوان میدانند. بسته کردن پارک های تفریحی، حمام های زنانه و مکاتب دخترانه ربط به اندازه مسلمانی و نامسلمانی ندارد. اگر در یک کشور زیر لوا و رعایت دینداری و مسلمانی کودکی گرس نمیخوابد و فامیل به خاطر امرار معیشت حیات بستگان خود گرده کودکی را به فروش میرساند و یا زن خود سرپرست به خاطر امرار حیات خود متوسل به دروغ میشود، این مسائل از آموزه های دینی ما زمامداران را مورد تبرعه و بازخواست قرار میدهد. در 1 سال پسین وزارت امر به معروف محدودیت هایی را در برابر بانوان وضع کرده است. افزون بران مکتب های دختران بالاتر از سنف 6 با گذشت بیش از 1 سال هنوز هم بسته است و سبب شده تا شماری از دانش آموزان با چالش های روانی روبرو شوند. بیش از 60 کودک در جریان عملیات نیروهای بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. بر بنیاد گزارش یک نهاد ضد خشونت در بریتانیا، نیروهای بریتانیایی در هنگام ماموریتشان در افغانستان 64 کودک غیر نظامی را کشتند که بیشتر از آماری است که وزارت دفاع بریتانیا با آن اعتراف کرده بود. وزارت دفاع بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که برای مرگ 16 کودک در هنگام ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان غرامت پرداخته است. نوید صمدی با جزئیات بیشتر. افزایش آمار در کشته شدن غیر نظامیان و ویژه کودکان در هنگام ماموریت نیروهای بریتانیا در افغانستان. نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه به تازگی گزارش را به نشر رسانده که نشان می‌دهد 64 کودک هنگام ماموریت نیروهای بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش ما این کودکان در جریان عملیات نیروهای بریتانیایی در افغانستان بین سالهای 2006 تا 2014 صورت گرفته است، آن هم در حمله‌های هوایی و گیرماندن در گلوله‌باری متقابل در ساحه‌های جنگی. بیشتر جانهایشان را از دست دادند. در تحقیق این سازمان آمده که ممکن ارقام افراد کشته شده در هنگام ماموریت نیروهای بریتانیایی بیشتر از 100 تن شود، چون وزارت دفاع هویت بیشتر کشته شده ها در افغانستان را مشخص نکرده است. در نتیجه حضور 20 ساله تعداد زیادی از مردم افغانستان به خاک خون کشیده شد، شهید و زخمی و معیوب شدند، زیربنای افغانستان فلج شد. جنایات جنگی نیروهای انگلیس و امریکا و ناتو به مراتب بلندتر از آن چیزی است که نشر میشه که باید محاکمه بین‌المللی بسیار با اعتبار دایر شود و این موضوعات بررسی کنند. عاملین اصلی این قضایا را شناسایی بکنند و به اعمال جزایشان رسانیده شود. اما وزارت دفاع بریتانیا پیش از این کشته شدن 16 کودک در هنگام ماموریت نظامیان را پذیرفته بود و برای کشته شدن غیر نظامیان 688,000 پوند غرامت برای افغانستان پرداخته بود. بر اساس ماده 8 اساسنامه محکمه بین المللی کیفری، کشتن اطفال در جریان جنگ از جمله جرایم بین المللی حساب شده، در چنین جرایم پرداخت غرامت به معنای ترمیم صدمه است و مرتکب آن محکوم به مجازات می گردد. این در حالی است که گروه‌های فعال حقوق بشر و مؤسسات خیریه بارها از امریکا و بریتانیا به دلیل نحو تحقیق و گزارش تلفات غیر نظامیان در عملیات نظامی انتقاد کردند و خواهان روشن شدن آن می باشند. بر بنیاد یافته‌های سازمان ملل متحد، افغانستان در میان 9 کشور کم توسعه آسیایی قرار گرفته است. در گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد آمده که 46 کشور در جهان به عنوان کشورهای کم توسعه یافته شناخته شده است که این نهاد با آنها حق کمک ویژه از ظرفیت سازی در زمینه فناوری و سایر امتیازها را می‌دهد. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا از کمک 50 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به افغانستان خبر می‌دهد. نبود نظم و ثبات در نظام‌های مالی، پولی، تجارتی، بانکی و نهایتاً سیاسی از عمده‌ترین عوامل توسعه یافتگی در افغانستان به حساب میره که توانست از لحاظ توسعه افغانستان را چند گام به عقب بکشاند. عمدتاً در افغانستان ما یک نوع مشکل مدیریتی داریم. از این لحاظ کمک‌هایی که به افغانستان میاد نسبت عدم مدیریت درست همشون در قضایی شده. ما 3 میلیارد دلار توانایی کردیم و شاید مقدار بسیار کم زیر به مستحقین رسیدیم و 60% به دوباره به خرج اداره و کارمند و غیره از این سازمان‌ها صورت گرفت. اداره خدمات ملکی از فارغ شدن بیش از 20 تن از کارمندان اداره‌های دولتی پس از سپری کردن دوره آموزشی کوتاه‌مدت در بخش رهبری و مدیریت خبر می‌دهد. همزمان مسئولان در اداره امور تاکید دارند که برای پیشرفت کشور نیاز به ظرفیت‌سازی بوده و امارت اسلامی برای بالا بردن ظرفیت کارمندان دولتی متحد است. صفی ناصری در این مورد گزارش می‌دهد. فراغت بیش از 20 تن از کارمندان اداره های دولتی از برنامه بلند بردن ظرفیت. اینجا در نهاد خدمات ملکی 23 تن پس از فراگیری دوره آموزشی بخش مدیریت و رهبری سند فراغت به دست آوردند. مسئولان در اداره امور تاکید دارند که برای پیشرفت کشور نیاز به ظرفیت‌های علمی بوده و امارت اسلامی تلاش دارد تا ظرفیت کارمندان دولتی را بلند ببرند. نظام باندې نظام پوهه غواړي، نظام مدیریت کول غواړي. نو دا یو ضرورت و چې تاسو دلته راغلی په یوه هفته کې سیاسي معلومات حاصل کړئ. الله دې وکړي چې په خپلو ولایاتو کې، په خپلو ادارو کې، په خپله کاري ساحه کې په ښه شان باندې تطبیق کوي او خب پورا وړتیا په تاسو کې پیدا سي. هغه ارتقا د ظرفیت هم چې کومه وکړله هغه خپلو کارمندانو ته چې تاسو په خپل ماحول کې د تاسو مربوط دي هغو ته هم انتقال کیه. موږ تاسې چې اوس په اداري کارو باندې مکلف یو او امیر المؤمنین صاحب امر راته کړی د هغه مقرر کړي یا د هغه نائبینو مقرر کړي نو راته ویلي دي امر یې راته کړی دی چې ته به دا کار کوې. نو دغه کار زده کړه پر موږ تاسو باندې فرض کیږي. همزمان شماره از اشتراک کنندگان برگزاری این گونه برنامه ها را برای ظرفیت سازی کارمندان سودمند خوانده و خواهان ادامه آن هستند. دا یو ډیر مهمه پروسه ده، ډیر مهمه وظیفه ده، خصوصا د جدید تکرر څخه کم مامورین دي چې اکثره د اداري کارونو سره نابلد دي. نو هغوی لپاره دا ډیره مهمه او ضروری ده چې دغه ورکشاپ واخلي. در ارتباط به اداره به ما معلومات کافی داده شد و قبلا هم انشالله ما به این چیزا دسترسی داشتیم، چون یک کسی که علم داشته باشد و علم خوانده باشد انشالله دیگه امورم به خوب انشالله پیش میره و قرار پیش میبره. با این همه هدف از راه اندازی این برنامه بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی در عرصه کسب دانش و مهارت‌های نظری و علمی، آشنایی با قوانین رهبری، مدیریت و حل بحران‌ها عنوان شده است. و مهمترین های جهان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در این کشور که از آن به عنوان روز خوب برای دموکراسی یاد کرد. همچنان وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه دستور خروج نیروی ارتش از این کشور را از شهر خرسون در جنوب اوکراین صادر کرد. و دو هفته بعد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال مشاوره دادن روسیه به ایران برای سرکوب اعتراض‌ها، یک مقام بلندپایه روس در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران درباره مقابله با نفوذ غرب صحبت کرده است. بیشتر در این بسته تصویری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در این کشور از آن به عنوان روز خوب برای دموکراسی یاد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحد ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود در کاخ سفید تاکید کرد که موج قرمز بزرگ که جمهوری خواهان وعده آن را داده بودند به وقوع نپیوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و بسیاری از عضوهای حزب جمهوری خواه امیدوار بودند تا با پیروزی قاطع نامزدهای این حزب در انتخابات روز سه‌شنبه شاهد موج قرمز بزرگ به نشانه رنگ حزب جمهوری خواه باشند. سخنان جو بایدن درباره روز خوب برای دموکراسی در آمریکا در حال بیان می شود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه نتیجه انتخابات میان دوره‌ای را کم مایوس کننده خواند. جو بایدن در بخش دیگری از سخنانش گفت که برای همکاری با عضوهای جمهوری‌خواه کنگره طی دو سال آینده آمادگی دارد. نتیجه های بسیاری از رقابت‌های انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هنوز مشخص نشده است، اما به نظر می رسد که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به دست خواهند گرفت. در مقابل دموکرات‌ها وقت بیشتر برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس سنا دارند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گفت که در این باره با همسرش مشورت خواهد کرد و هنوز تصمیم خود را اتخاذ نکرده، اما قصد آنها حضور دوباره در رقابت انتخابات ریاست جمهوری است. جو بایدن ماه جاری میلادی 80 ساله خواهد شد و به این ترتیب در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی در آستانه 82 سالگی خواهد بود. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه دستور خروج نیروهای ارتش این کشور از شهر خرسون در جنوب اوکراین را صادر کرد. این تصمیم در حال اتخاذ شد که ارتش اوکراین ضد حمله را برای بازپسگیری خرسون آغاز کرده است. روسیه پیش از این دستور تخلیه حدود 115,000 تن از سکنه خرسون را صادر کرده بود. ارتش روسیه پیش از این در ماه سپتامبر مجبور به عقب نشینی از منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین شده بود. عقب نشینی نیروهای روسیه از خرسون ضربه دیگر بر راهبرد مسکو در جنگ اوکراین محسوب می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر دستور بسیج حدود 300,000 تن از واژهای ذخیره ارتش روسیه را صادر کرده بود. تخمین زده می شود که 10,000 تن از این نیروها اکنون به جبهه‌های نبرد اعزام شده‌اند. خرسون که پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حدود 280,000 تن جمعیت داشت، تنها مرکز یکی از منطقه های اوکراین بود که به تصرف نیروهای روسیه درآمده بود. خرسون همچنین یکی از 4 منطقه است که ولادیمیر پوتین 6 هفته پیش الحاق آنها را به خاک روسیه اعلام کرد. رئیس جمهوری روسیه پیش از این تاکید کرده بود که کشورش با استفاده از همه ابزارها از خاک خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات نگرانی از استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ اوکراین را افزایش داده بود. ارتش اوکراین برای بازپسگیری خرسون آماده نبرد سخت می شود. مقام‌های اوکراین با لحن محتاطانه به صدور دستور عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از خرسون واکنش نشان دادند. به نظر می رسد کیف احتمال می دهد که صدور دستور عقب نشینی نیروهای روس از خرسون بخشی از برنامه نظامی روسیه در نبرد با نیروهای اوکراینی باشد. منطقه خرسون با توجه به همسایگی آن با شبه جزیره کریمیا که روسیه در سال 2014 آن را به خاک خود ملحق کرد، اهمیت راهبردی در جنگ بین دو طرف دارد. و 2 هفته بعد از اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال مشاوره دادن روسیه به ایران برای سرکوب اعتراض‌ها، یک مقام بلندپایه روس در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران درباره مقابله با نفوذ غرب صحبت کرده است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز چهارشنبه در تهران با مقام‌های بلندپایه ایرانی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی اینترفکس روسیه گزارش داده که او در دیدار خود با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره راه‌های مقابله با نفوذ غرب در امور داخلی ایران گفتگو کرده است. با گزارش رسانه‌های روسیه 2 مقام همچنین درباره اوکراین گفتگو کردند. گزارش می‌شود که آقای پاتروشف از متحدان کلیدی و قدرتمند ولادیمیر پوتین در این سفر با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم ملاقات کرد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارش خود از این دیدار اشاره به گفتگوهای دو طرف درباره مقابله با نفوذ غرب در ایران نمی کند. از آغاز اعتراضهای گسترده ضد حکومتی در ایران و شدت گرفتن دامنه آن، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله کشورهای غربی به ویژه امریکا و بریتانیا را عامل اعتراضها معرفی می کنند، هرچند اخیراً انگشت اتهام را بیشتر به سوی عربستان نشانه رفته‌اند. سفر آقای پاتروشف به تهران همزمان با این اعتراضها به پرسش‌های درباره دلیل چنین سفر دامن زده است. کاخ سفید اخیراً ابراز نگرانی کرده بود که مسکو ممکن است در حال ارائه مشاوره به تهران در مورد بهترین روش‌های مهار اعتراضات این کشور بر اساس تجربه روسیه در سرکوب تظاهرات خیابانی باشد. سخنگوی کاخ سفید روز 26 اکتبر با اشاره به این موضوع گفت: پیام ما به ایران خیلی روشن است. دست از کشتن مردم خود بردارید و ارسال سلاح به روسیه برای کشتن اوکراینی ها را متوقف کنید. در همان روز جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا هم به شواهد از آمادگی کمک روسیه به ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت که تمرکز امریکا بر پاسخگو کردن حکومت ایران به خاطر برخورد با معترضان است. او گفت: آنچه میخواهم بگویم این است که ما نشانه‌هایی میبینیم از اینکه روسیه ممکن است احتمال کمک به آموزش مقام‌های ایرانی برای سرکوب معترضان را در نظر بگیرند. دولت روسیه که نارضایتی در داخل را سرکوب میکند، همچنین به سایر کشورها در این زمینه از جمله فرونشاندن ناآرامی‌های سال پیش قزاقستان کمک کرده است. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان خبرها. وقت بخیر. خدا نگهدار.